درود بر شما و تشکر از نهاد شهروندان جهان که ترتیب این جلسه رو دادن و ممنون از این حضار محترم. من میخوام در مورد کیس رامین، کیسی که میتونم بگم در یک سال گذشته به یک کیس رسانه‌ای و میدیایی در نک در ایران در جهان تبدیل شده، توجه خیلی از نهادهای حقوق بشری و مجامع جهانی و فعالان حقوق بشر در ایران و در جهان رو برگرده. خودتون میدونید یعنی کیسی هستش به نظرم برای همه شما عزیزان و تمامی فعالان حقوق بشری که در عرصه های مختلف فعال هستن آشنا هستش. واسه همین نمیخوام بنابرای وقت کوتاهی که دارم طولانی حرف بزنم. اگر بخوام تیتروار حرف بزنم، رامین 2 تیر ماه سال گذشته متاسفانه در شهر سنندج در شرایطی بازداشت شد که سپاه ادعا کرد این فعال سیاسی در درگیری بوده و مسلحانه بازداشت شده، که از همون بدوی بازداشت تا کنون ما به عنوان خانواده وکیل و خود رامین تکذیب کردیم و این اتهامات رو کذب دونستیم از طرف سپاه که به برادرمون زدن. متاسفانه رامین 7 ماه در بازداشتگاه اطلاعات شهر سنندج و سپاه پاسداران به سر برد. در این مدت میتونم بگم به انواع شیوه های مختلف شکنجه شد، که خود حرفای رامین، اسنادی که وکیل در اختیار افکار عمومی گذاشته، گواه بر اینه که تا حد مرگ این فعال سیاسی مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته، به کرات خونریزی داشته، چند مورد باز بیهوش شده، که یک نمونش در اداره اطلاعات شهر سنندج در حالی که در احتساب غذا بود، یک شب در زمستان سال گذشته تا صبح لخت به یک از میله های حیات زندان میبندنش و اونجا 3 مورد بیهوش میشه. در واقع میتونم بگم دوران بازداشت این فعال سیاسی همراه بود با آزار و اذیت، شکنجه و فشارهای روانی بر نه تنها بر خود این زندانی، بلکه بر خانواده و پدر مادر پیرم. نهایتا بعد از 7 ماه به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. هنوز وکیل و خانواده موفق نشده بودیم دیدارش کنیم یا باش ملاقات کنیم، که در 25 دی ماه بعد از اعتراضات وسیعی که در ایران به راه انداخته شده بود و تظاهرات گسترده‌ای که در جریان بود، در فضای آشفته ایران محاکمش کردن. محاکمش 32 دقیقه طول کشید. متاسفانه که در این محاکمه رامین فقط فرصت اینو بهش دادن که بگه بله من مورد شکنجه قرار گرفتم و اونجا دیکتوار ازم خواستن چند چیزو علیه خودم اغراق کنم. قرار بود این محاکمه اولین دادگاهی باشه، که دادگاهی دوی این فعال سیاسی 20 اسفند ماه سال گذشته قرار بود برگزار بشه، که متاسفانه بعد از 10 روز در کمال ناباوری حکم اعدام برای این فعال سیاسی صادر شد. خودتون میدونید بعد از صدور این حکم احتراز جامعه مدنی در ایران، نهادهای حقوق بشری و احتراز جامعه جهانی رو برندیخت. هنوز حکم خشک نشده بود و در میتونم بگم هنوز ما در شوکه اعلام خبر حکم بودیم، که حکم در دیوان عالی کشور به تایید رسید و متاسفانه این حکم به مرحله اجرا رسید. خودتون میدونید طی این 3 ماه تقریبا میتونم بگم 3 بار رامین حسین پناهی رو بردن که اعدام کنن، که خوشبختانه هر بار به یک دلیل، که آخرین موردش هفته گذشته بود که بنا به تلاش جامعه جهانی در مرحله اول، مردم آزادی خواه ایران و فعالان کارگری و مدنی در شهر سنندج که ریختن جلوی زندان، نهایتا شخص استاندار کردستان اون شب نمیذاره رامین اعدام بشه. میتونم اگر جمع‌بندی کنم در مورد کیس رامین، میتونم به یک اشاره کنم که کیس رامین یکی از نمونه های بارز نقص حقوق بشر در 4 دهه اخیر در ایران هستش. میتونم بگم رامین نمونه ای هستش که در این 4 دهه هر شخصی در ایران علیه این حکومت دست به اعتراض مدنی و مسالطه‌آمیز زده، با اتهامات و درست کردن پرونده های کذب و ای رو به پای چوبه دار بردن. در واقع بیشتر کارشناسان، خانواده و خود وکیل بر این باوریم که نهادهای امنیتی برای زهر چشم گرفتن از مردم ایران بعد از اعتراضات اخیر دیما و از جمله فضایی که در ایران وجود داره،
همواره خودتون میدونید در 14 اخیر هرگا دولت ایران خواسته از گروهی طیفی و یا عده‌ای که محترز بودن در ایران انتقام بگیره و یا بخواد مردم و وادار به ترس و رعب و یا فضای رو به وادار به ترس و رعب و وحشت کنه، یک شخص رو به اعدام محکوم کرده و با اعدام این شخص خواسته از جامعه انتقام بگیره. در واقع من بنا به وقت کمی که در اختیار دارم میخوام بگم همکنون رامین در شرایط سختی قرار داره، سخت به این معنا فشارها هم بر وی هم بر ما به عنوان خانواده افزایش یافته. در 10 روز اخیر کل دستگاه رسانه حکومت تلاش کرده که با جلوه دادن چهره رامین به عنوان یک تروریست مسلح خطرناک به جامعه مدنی در ایران بقبولونه که این شخص خطرناکه. ولی در کمال خوشحالی دیدیم که جامعه مدنی ایران، جامعه حقوق بشری در ایران و بخصوص در کردستان با حمایت‌های خودشون از این فعال سیاسی و از خانواده‌ام پیمودن فرسخ‌ها راه دور به این حکومت نشون دادن که رامین و رامین‌ها تنها نیستش. حرف پایانم اینه، دفاع از رامین دفاع از همه آزادی‌خواهان در ایران هستش. اعتراض به حکم رامین اعتراض به حکم اعدام در ایران هستش و به عنوان عضوی از خانواده رامین تقاضا دارم علیه این حکم محترز بشید و اعتراض کنید و از رامین دفاع کنید، چرا دفاع از وی دفاع از همه زندانیان در ایران هستش. امروز رامین به یک نماد در ایران تبدیل شده و باید ازش دفاع کرد. امروز جنبش علیه حکم اعدام در ایران به یک جنبش سراسری تبدیل شده و به امید روزی که این جنبش به پیروزی دست پیدا کنه و شاهد حکم اعدام لغو حکم اعدام رامین و همه زندانیان در ایران باشیم. بدرود.